کمپاین جمع‌آوری سیمکارت‌های بدون مجوز از سطح شهر هرات آغاز گردید. این کمپاین از سوی ریاست مخابرات هرات راه اندازی شده و مسئولان این اداره تلاش دارند تا با گردآوری سیمکارت‌های بدون مجوز جلوی سوء استفاده آدم ربایان و تبهکاران از شبکه‌های مخابراتی را بگیرند. از سوی هم آگاهان امور سیاسی می‌گویند دولت باید پیش از اینها اقدام به گردآوری سیمکارت‌های بدون مجوز می‌نمود. همکارم سلی مقیمی با جزئیات بیشتر در این مورد. فروش سیم کارت های بدون مجوز در هرات همواره یکی از دغدغه های مسئولان امنیتی و شهروندان این ولایت در سالهای پسین بوده است. اما اکنون ریاست مخابرات هرات با راه اندازی کمپاین گردآوری سیم کارت های بدون مجوز تلاش دارد تا راه های ارتباطی تبهکاران و افراد سوء استفادگر را مسدود نماید. به گفته رئیس مخابرات هرات، فروشندگانی که بدون مجوز رسمی اقدام به فروش سیمکارت نمایند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. زیادتر کارهای غیر قانونی، اختطاف خواب، مثلا اختاریه ها و همچنان مخالفین دولت از این سیمکارت ها به خاطر منافع خود خود استفاده میکنن و جرم و جنایت از طریق همین سیمکارت ها میشن. هدف اساسی همی است که دیگر مردم از همین حالت نجات بیافن. همکنون در برخی از فروشگاه های موبایل در هرات برخی از فروشندگان به گونه غیر قانونی سیمکارت به فروش میرسانند. باشندگان این ولایت را اندازی کمپاین جمع آوری سیمکارت های بدون اسناد را گامی جهت پیشگیری از سوء استفاده آدم ربایان و تبهکاران میدانند. سیم کارت ها جمع شه یک کار خوبه، چون اگر همین سیم کارت ها جمع شه ما میتونه خیلی امنیت داشته باشیم، چون از همین طریق میتونه طالب دوز همه چیز همه کار بکنه. خیلی کار خوبه، در یک ما از علت میخواه هنچی زودتای جمع آوری شه و برای کسای مجوز فروش سیم کارت بده که اونا از خود شرکت ها یا نمایندگی باشن و یا مجوز فروش داشته باشن. در برخی از ولسوالی های ولایت هرات، طالبان بر خدمات شرکت های مخابراتی کنترل دارند. آگاهان سیاسی معتقدند این کمپاین باید پیش از اینها را اندازی می گردید. به باور آنان، مخالفان و تبهکاران اکثرا از سیمکارت های بدون مجوز استفاده می کنند و اگر به گونه جدی سیمکارت های بدون مجوز از سطح شهر جمع آوری شود، راه های ارتباطی مخالفان مسلح دولت مسدود خواهد شد. در کشور مثل افغانستان که معرض با چندین گروه باندهای مختلفی هستیم که هم جنایی هم سیاسی، ثبتی سیمکارت ها بسیار های اهمیت است تا در صورت وقوع جرم و استفاده نامشروع مراجع مسئول بتانن مجرم اصلی را پیدا بکنن تا زمینه هرج و مرج و ناامنی بیشتر نشه. با این همه فعالین مدنی هرات معتقدند کمپاین های از این دست مقطعی بوده و در گذشته برآیند مثبتی در پی نداشته است، اما باید منتظر نشست و دید تلاش‌های اداره مخابرات نتیجه‌ای در بر خواهد داشت یا خیر.